سلام دوستان وقتتون به باشه گزارشی اخیرا نوشته شده توسط مؤسسه بین المللی مطالعات راهبردی یکی از اندیشگاه‌های آمریکا که در اون مورد فرض این اینکه آقا یه شخصیتی داشتن ایرانی ها به نام قاسم سلیمانی یه عملیت انجام شد توی این عملیات قاسم سلیمانی مورد هدف قرار گرفت الان کجای هستیم الان دو سال گذشتیم از ترور این آدم وضعیت بهتر شده وضعیت بدتر شده اونا موزه قدرت رو دارن ما موزه قدرت داستان چجوریه این اومده مورد بررسی قرار داده من دوست دارم که بخشی از این گزارش رو با هم بخونیم ببینیم که نگاه آنها به مسائل چگون است از روی متن میخوام بخشی از گزارش رو برای شما بخونم ابتدای داستان اومده توضیح داده گفتی که یک عملیاتی انجام شد علیه یک فرمانده ایرانی میگه این عملیات و این تصمیم عجولانه و قلدر معاونه بود ببین دو سر از داستان گذشتیم اگر پیامدها مثبت باشه شما میگی که این تصمیم شجاعانه بود اگر پیامت ها مثبت نباشه اینجا نقطه ای هست که شما دیگه از واژه شجاعانه و مثلا جسورانه نمیتونی صحبت کنی اینجا تو مجبور هستی اعتراف کنی که این یه کار عجولانه بود که هزینه هایی رو برای ما داشت که اون هزینه ها حالا باید شمارده بشه از جمعه تو میخونم میگه که این تصمیم چنان عجولانه و قولور بود که حتی به پیامدهای حقوقی و بین المللی آن نیز فکر نشده بود ادعای آمریکا در خصوص اینکه اقدام خصمانه اش دفاع از خود علیه حملات احتمالی ایران و عراق بوده مورد پذیرش متخصصین سازمان ملل و رسانه ها قرار نگرفت آقا دو تا بحث اینجا هست یکی شما میگه که مورد توجه رسانه قرار نگرفت مورد توجه بین الملل قرار نگرفت اوکی اینو فهمیدیم بعد یه جایش میگه که این پیامدهایی برای ما داشته که به این پیامت ها فکر نشده اینم من متوجه شدم شما میگی که از نظر دنیا غیر منطقی بوده یه سوال دوستان چرا توی گزارشی که داره ارائه میده میگه که پیامت های حقوقیش مورد توجه قرار نگرفته مگه از بابت حقوقی اگر اینها کاری انجام دادن که غیرقانونی بوده باشه ایران میتونه یقشونو بگیره بله اینها به این جمعندی رسن که ایران میتونه یقشونو بگیره به خاطر همین نگرانم میگه آتو یه تصمیم گرفتی که فکر های حقوقیش رو هم بکنی وقتی فکر پیامت های حقوقی این داستان رو نکردی او فردا متاثر از همین داستان میتونه به شما اراده ای رو تحمیل بکنه شما در مذاکرات اخیر میشنوی که تاکید کردن که آقا این داستان انتقام شما کوتاه بیای این که تعدادی من باز اخیرا دوره یه گزارش دیدم تو این گزارش اسم یه نفر دیگه مطرح شده علاوه بر اون نفرات قبلی یعنی شما وقتی نگاه میکنی اسم 20 نفر داره میاد بعد ما 4 5 تاشون رو میشناسیم یه نفر دیگه از افسران نظامیشونو چند وقت پیش گفته بودن که اینم نقش داشته از تو همون لیستا اومده بودن اینو توضیح داده بودن که این کیه چه نقشی داشته با زهره از همون لیست یه نفر دیگه هم ایران اومده توضیح داده توی رسانه های امنیتی خودش که اینم از جمله کسانی است که مورد هدفه یعنی یک شبکه مورد توجه قرار گرفته این داره به همین اشاره می‌کنه میگه ما فکر اینجا نکرده بودیم ادامه گزارش رو بخونیم در ادامه گزارش میگه که شهید سلیمانی کسی بود که از اعتراضات ضد آمریکایی در عراق حمایت میکرد به حزب الله لبنان خصوصا در جنگ با اسرائیل در سال 2006 کمک کرد داره جایگاه حاج رو توضیح میده در جریان حمله داعش به سوریه بشار اسد را در مهار این گروه تروریستی یاری رساند آقا این یه اندیشه آمریکاییه با ما مشکل داره بعد در ابتدای به اصطلاح خودمون ماجرا هم روایت رو طوری ارائه که روایت آمریکایی هاست حالا این درو حاج قاسم چی داره میگه اولا بخش ضد آمریکایی بودنش شما میگه که خب همه میدونیم روش بحثی نداریم دوم اشاره میکنه به جنگ 33 روزه مگه اونجا چه اتفاقی افتاد که شما توی گزارشتون بهش اشاره میکنید اینها بر این باور بودن که توی این جنگ در سال 2006 باید بساط مقاومت لبنان جمع بشه من خدمت شما در یک برنامه عرض کردم مقاومت لبنان یه پیروزی رو به دست میاره حاج قاسم با جلسه میذاره میگه که دمتون گرم خدا رو که این پیروزی اتفاق افتاد ولی از شما انتقام میگیرن آماده شید برای اون روزی که میخوان انتقام بگیرن اینا آماده میشن شرایط جنگ رو همه چیز رو فراهم میکنن میرن روزی ساختای کار میکنن که اگر رژیم سیونسی برقشون زد مخابراتشون مخابرات رو زد ارتباطو هم قطع نشه بعد حاج قاسم میگه این کافی نیست یه چیز دیگ هم شما داشته باشید اون اومده شما رو بررسی کرده تو باید یه چیزی داشته باشی که اگه او با وارد جنگ شد قافل گیر بشه اونجا تسلیحاتی به اینها میده که اون تسلیحات رو رژیم صهیونیستی برای اولین بار باش روبرو میشه و میفهمه که مقاومت لبنان اینها رو داره و اون تسلیحات منجر میشه به اینکه تانک هایی که رژیم صهیونیستی خیلی ازشون تعریف میکرد در این نبرد متوقف میشه اینا رو گوشه زتون داشته باشید پس اون چیزی که 2006 رخ داد و اینها میان بهش اشاره میکنن و نقش حاج در این حد موثر بوده بعد نکته جالب اینجا در ادامه میگه که در جریان حمله داعش به سوریه بشار اسد را در مهار این گروه تروریستی یاری کرد شما الان جریان غرغرا در ایران رو نگاه بکنید و وطن فروشا اینا وقتی درباره مسئله سوریه صحبت میکنم میگه که آیه دیکتاتوری بود این جوانای مردم رو بردید به اسم دفاع از حرم به کشتن دادید پای حرم سرای یک دیکتاتور حرفی که اینها دارم زمین نکته که داره میگه دقیقاً داعشه یک اندیشکده داره بررسی میکنه میگه اینا کل قضیه عراق و سوریه رو گرفته بودن و بسات اینها در سوریه په شده بود یک نفری رفت بسات رو جمع کرد و اون هم کسی بود به نام حاج قاسم البته نقش سردار همدانی نقشی است که اینها بهش اشاره نکن در ادامه یک نکته ای رو مطرح میکنه که این برای من خیلی جالبه خب تا اینجا همه چیزهایی که مطرح کردی چیزهایی بود که از گذشته میدان نبرد بود الان صحنه میدان چجوری اینو برای ما توضیح بده ادامه گزارش بخونه میگه که ایران اگرچه نیروی بی‌نظیری رو از دست داد که نقش بسزایی در پیشبرد منافع این کشور داشت اما نه تنها توانست نیروهای خود را علیه آمریکا متحد کند بلکه باعث شد مقدمات خروج آمریکا از عراق فراهم شود یه نکته میگه خیلی جالب میگه اینها بین مقاماتشون در داخل کشور ایران اختلاف بود بعد میگه زمانی که این اختلاف به وجود اومده بود شما نگاه میکردی میدیدی که بعضا حرفای تنش آمیزی از سوی مقامات علیه هم دیگه زده میشه میگه حاج قاسم که به شهادت رسید اینا همدل شدن شما تصویر رو روی صحبت من مشاهده میکنید مربوط به اقامه نماز بر پیکر متحر حاج قاسم از علی لاریجانی و حسن روحانی رو میبینی تا بری برسی به اون آقای خزعلی که اصلا به لحاظ تفکر یه چیز دیگه است اصلا در مقابل حاکمیته برانداز حاکمیته تا محمد علی که تو این عکس نیست او در انتهای مراسم بوده تلاش کرده تا بچهای مقاومت لبنان اون چجوریه شما نگاه می‌کنی از براندازش براندازش بلند شد اومده تو مراسم خزلی که رسما رفته تلاش می‌کرد جسی کسی رو بگیره که زیری خم نظامو گرفته دیگه درسته یه جایی حرفا میزنه حتی علیه بخش امنیتی نظام بود از اون بلند شد اومده توی سیستم تا بچهای مقاومت تا فرمانده های مقاومت فرمانده هایی که در قضیه سوریه یکی دو تاشون علیه ایران اقدام کردن در مقابل اون همه جمع شدن اینجا میگه همشون رو متحد کرد بعد میگه ضمن اینکه همه اینها رو متحد کرد یه کار دیگه انجام داد کمک کرد که اینها بتونن یک بار دیگه خودشون رو در مقابل به اصطلاح خودمون آمریکا نیروهای خودشون رو متحد کنن دوستان دو تا در نظر بگیرید یک وقتی عملیاتی از این دست انجام میشه مانند ترور افراد یک میخواد اینکه دل طرف مقابل رو خالی بکنه اونها رو به وحشت بندازه یه کاری کنی که اصلا فاصله بگیرن دو تردید بشن به که قولش کن این داستان هزینه داره نفر بعدی ممکنه ما باشیم کار دوم میخواد منجر بشه به اینکه در زمانی که فرد مورد نظر از صحنه کنار رفت فرمون از دست نیروهای طرف مقابل خارج بشه حالا اگر شما شخص محور باشی یعنی اگر کل جغرافیایی که تعریف شده بر روی دستان حاج قاسم پیش رفته باشه شما از اینجا بعد دیگه بساط جمع میشه چرا چون مهره اصلی رو زدن ضمن اینکه شما چهره های موثری رو داری که اونها هر کدوم یک قهرمان برای ملت هستن وقتی بررسی میکنیم میبینی که وقتی او قهرمان کنار میره وقتی کنار زده میشه رفتار نیروهای مقاومت سریحتر میشه اتفاقا چیزهایی رخ میده که نشون میده انگار انگیزشون بیشتر شده چرا چون دشمن قشنگ در کردن آقا این دشمن وسط میدانی بود که ازش حرف زدیم دشمن دشمن که میگفتیم بعضی هم میگفتن یادن عده نشستن در تهران میگن دشمن اینه پس ما باید موثرتر عمل کنیم میگه این کمک کرد که اینا متعهدتر بشن آقا رو منطقه هم اثری داشته کمکایی که انجام شده میگه بله منجر شد به اینکه آمریکا از عراق خارج بشه آمریکایی که پهن شده بود در عراق این باعث شد که این کشور رو وادار بشه تک بکنه بره تو پایگاه خودش و اونجا حضور پیدا بکنه الان البته پایگاه ها که یه تعداد خیلی کمی نیرو در عراق اینها دارن و تردد در مسیرها هم ندارن از رو پرداخت کردن سپردن به نیروهای غیر آمریکایی که اونها هم البته کاروان هر روز داره مورد هدف قرار میگیره ادامش رو بخونه میگه که زمانی که این اتفاق رخ داد مقامات در آمریکا گفتن که الان میتونیم با ایران برخورد کنیم الان رفتیم به سمتی که ما میتونیم با ایران برخورد کنیم به صلاح خودمون گوش ایران رو بپیشونیم و ایران رو بیاریم پای میز مذاکره میگه ولی ورق برای اینها برگشته بود اهرام فشاری که اینها میخواستن علیه ایران استفاده بکنن علیه خودشون استفاده شد از این مطلب برای شما یکی از مقامات آمریکا بعد از این ترور اعلام کرد که حالا میتوانیم با ایران مذاکره کنیم اما آنها از این موضوع غافل بودند که با ترور سلیمانی شرایط حضورشون در عراق را نقض کردند بنابراین آنچه به گمان آمریکایی ها اهرام فشار روی ایران بود به اهرام فشاری علیه خودشان منجر شد حالا این آمریکاست که از ایران واهمه دارد چرا که به تعبیر سردار شمخانی دبیر شورای عالی امنیت و ملی ایران میتواند مواضع متعددی از آمریکا را در منطقه از جمله سربازان آمریکایی در عراق سوریه یا کشیها و تاسیسات آنها را مورد هدف قرار دهد ده میگه الان تو خودتو دیگه شرایط قرار دادی که ایران توجیه داره برای حمله به تو آقا دو سال از این داستان گذشته ببین یه جاهایی است اتفاقی رخ داده تحلیل میکنیم ابتداش که این که رخ داده به منجر میشه یا مثلا یه خورده میریم جلوتر میگیم که این انتقام مثلا به فلان جا میکشه بی سارجا میکشه این این شکلی حالا باید بریم جلو ببینیم منجر میشه یا نه الان دو سال گذشته بعد از دو سال وقتی ما نگاه میکنیم صحنه میدان اینه و من این چیز دیگه هم خدمت شما عرض بکنم البته بزنین بخشو برای شما بگم این قصه خیلی جالبه میگه که زمانی که فرمانده ایران حاج و ابو مهدی مهندس فرمانده عراقی ها به شهادت میرسه تو عراق یه اتفاقی میفته بررسی میکنن که بتونن جانشین برای حاج قاسم انتخاب بکنن من خدمت شما عرض کردم روزی که حاج قاسم به شهادت رسید یه گزارش ارائه دادم که خب گزارش معمول بود از فضای میدان یه گزارش ارائه دادم که نوید بخش بود گفتم که هنوز به چند ساعت نکشیده به چند ساعت حاج قاسم شهید شده اولین کاری که رهبر ایران انجام داده این بوده گفته بسم الله الرحمن الرحیم رحم. آقای قاهانی شما الان فرمانده سپاه قدسی اولا اهمیت سپاه قدس رو نشون میده دوم نشون که ماجرا انقدر حیثیتیه برای آیت الله خامنه ای مسئله منطقه که فورا یک فرمانده رو انتخاب کرده و میدونسته میدونسته که چه کسی قرار هست میدان رو به دست بگیره فورا انتخاب کرده که او صحنه گردان باشه حالا این داستان نگاه بکنید ببین این مسئله که من دارم میگم مسئله مثلا صرفاً برای اینه که سرگرم باشیم یا واقعیت یا طرف اون روش حساسه خیلی روش حساسه میگه ما زمانی که رصدگری متوجه شدیم که اینها توی عراق یه چیزی در حدود یک ماه و نیم وقت گذاشتن بتونن جانشین ابو رو انتخاب بکنن میگه ما فهمیدیم کردیم که الان مثلا شاکله نیروهاشون در عراق و اینان اصلا میپاشه حالا باید برن بشینن فکر کنن ساختار رو چجوری ترمیم کنیم که بیا جایگزین بشه چیکار بکنه میگه توی ایران فورا انتخاب شد سردار قانی فورا جایگزین شد توی عراق کاری که انجام دادن این بود که بعد از یک ماه و نیم تونستن به یک گزینه برسن که اون گزینه به عنوان فرمانده بسیج مردمی عراق ابو فدک جایگزین شهید ابو مهندس باشه انتهای گزارش رو می میخونم در انتها گفته که هرچند که معتقدیم ایران نیروی منحصر به فردی را از دست داد ترور سلیمانی توانست ایران را به یکی از مهمترین اهدافش یعنی خروج نیروهای نظامی آمریکا از عراق برساند از طرف دیگر ایران توانست با وعده انتقام خون سردار سلیمانی آمریکا و متحدانش در منطقه را مرعوب خود کند و در موضع قدرت قرار بگیرد شما نگاه که حاج قاسم به شهادت رسیده قطریه، با پرچم اومدن ایران پرچم پرچم قطره ولی سیاهه عزادار بلند شده اومده بعد نگاه میکنیم می‌بینی کمی بهترش یه سری اتفاق در ایران رخ میده بعد اماراتی‌ها بلند میشن هیئت می‌فرستن ایران عربستان سر پیدا میشه یه دفعه همه غلاف کردن همه کشیدن عقب بابا این کشور تنبیه شده بود اگه مثلا اقدامی علیه حاج قاسم روش تاثیر گذاشته بود که اینا این کارو نمی‌کردن که پس پیامدش برعکس شده یعنی پیامدهایی که در تصور آمریکایی‌ها بوده برخلافش اتفاق افتاده و نکته ای مهمتر ببین شاه بیت اصلا ای اینجا میگه که این کاری که اینها انجام دادن یعنی اقدامی که آمریکایی ها انجام دادن باعث شد که ایران بتونه یه جمله روی میز بذاره به که من خواهم انتقام بگیرم می بعد از اینکه این, این جمله رو روی میز گذاشت حالا کسانی که دشمن ایران هستن به خصوص اونها که در منطقه هستن مرعوب ایران شدن میگه که آقا این الان یه کاری ممکن علیه ما انجام بده و میگه این طرف مقابل هست چون دیگه این الان بهانه‌ای داره برای اقدام کردن که در موقعیت ضعف قرار گرفته من طولانی ترش نمی کنم. دو سال بعد از شهادت فرمانده شهید ایران این چیزهایی هست که ما در میدان داریم میبینیم که طرف مقابل وادار شده بهش اشاره بکنه و وادار شده که پیرامون اون صحبت بکنه البته این هم باید یادآوری بکنم که بخشی از آن چیزی که داریم پیرامون ای صحبت میکنیم به خاطر این هست که آن کسانی که فرماندار میدان شدن به جای حاج قاسم روی کار آمدن دارن مسیر رو طی میکنن که دقیقا به همون چیزهایی که حاج قاسم میخواست منجر میشه اولا شاهکار حاج قاسم یه چیزی تعریف کرده که بعد از خودش همچنان داره میدانداری میکنه برای ما اون نقشه که کشیده است و من افرادی که اونها موثر بودن یعنی شما نگاه میکنی اونی که الان بعد از در گذشته حاج قاسم و بعد از اینکه او از جمع ما رفته شما جنگ رو در جبهه داخلی رژیم صهیونیستی میبینی انصافا قاسم زمانی که در غیر حیات بود، داستان شکلی نبود ما انقدر سراحت نداشتیم و انقدر درگیری ها به تلاویف نزدیک نبود الان این شکلی شده حالا این داستان بخش دومش خیلی مفصل میشه بخوام بهش اشاره بکنم یک جای دیگری به یاری خدا مفصل بهش خواهم پرداخت طولانی ترش نمی کنم اگر نکته داشتین و اگر احساس کردین چیزی از حتما در قالب پیام برای من بفرستین و اگر موفق باشید چند تا پیام میخوام برای شما بخونم یکی از دوستان گفته که درباره این ترور سلمان رشدی پیام خیلی برای من فرستادین عمده پیام هایی که رفقای من فرستادن گفته بودن که این چیزهایی که گفتی رو حالا خلاصه اگر بخوام بگم حس مثبتی رو توی پیام ها نسبت به نکاتی که بنده عرض کردم درباره ترور سلمان روشی مطرح کرده بودین از شما ممنونم بابت نکاتی که مطرح کردین و بابت اینکه یادآوری کردین شما هم مثل بنده مسئله رو میبینید در این حوزه یکی از دوستان گفته که دمت گرم تلگر با وجود اینکه با ترور و کشتن آدما مخالفم ولی با این وجود قبول دارم که فتوای امام خمینی حالا چه اشتباه چه درست باید انجام شد چون فتوا بود و لازم الاجرا و, و در ضمن خیلی خوب به این تناقضات اشاره شد اشاره کردی در برنامه واقعا که این مزدوران وطن فروش چقدر شخصیت متزلزل و بیخودی دارن ببین بحث تناقضات وطن فروشی که من گفتم رو ساده از کنارش نگذرید همین الان شما تصور کن مثلا من و یک نفری در آن سوی میدان مورد تهدید قرار بگیریم مثال دارم میگم اگه من مورد تهدید قرار بگیرم توی خیابون اینا میان میگن که اینها هیچ وقت حتی در خیابان هم از دست مردم قهرمان ایران آسایش ندارن درسته اینو میگن درباره من یا نه حالا اگه همین اتفاق برای یه نفری در خارج از کشور بیفته میگن آقا این جمهوری اسلامی ببین چیکار کار کنه؟ اصلا نمیذاره ما آسایش داشته باشیم ما ما چیزی گفتیم ما کلام داریم تو حوزه رسانه باش مقابله میکنیم نمیذاره بس که ما وزنمون بالاست اومده که ما رو ترور بکنه آقا چجوریه اگر برای ما اتفاقی بیفته شما اعلام میکنی میگی که به صلاح خودمون اینها در جامعه هم آسایش ندارن که دارن تهدید میشن اگه برای خود اتفاق بیفته این رو قهرمانانه روایت میکنه خب مسخره است قضیه سلمان رشدی هم همینه یه هفته قبل از سلمان رشدی اینا در توییتر داشتن پول جمعی کردن یه آدم بکشن همین براندازا من خدمت شما ویدیوشو کامل ارائه دادم که یوتیوب اومد پای بخش توییتر توییتر اومد پای کار گفت داستان چیه یه سری از اکانت اینا رو هک کرد همینا یک هفته بعدش یه هفته پیش داشتن پول جمع میکردن یه آدمو به خاطر اینکه تذکر حجاب داده بکشن هفته بعدش داشتن که آقا این جنایت رو نگاه کن زدن آدم کشتن داستان جالبیه تناقضات جماعتی که این ها در مقابل وطن فوق‌العاده فوق العاده محشره یک رفیقی دارم رفیق ماشی من علی آقای حمیدی یه پیام برای من فرستاده بودی من پیام شما رو خوندم فعلا صبور باش فعلا صبور باش بعدا مفصل پیرامون نکاتی که مطرح شد صحبت که من نکته دیگه ندارم اگر احساس کنید نکته ای حتما در قالب پیام برای ما بفرستین وقتتون بخیر